سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خیلی 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 خوش اومدید به چنل مودیاک تیم. من امیرم و امروز قراره بریم ما هم دیگه صحبت های عرفان و بوتک درباره حواشی ریاکشن کارا رو داشته باشیم. لتس گو. خب رفقا، اومدیم ببینیم که عرفان و بوتک توی مسابقه جدیدی که بوتک داخل چنلش با عرفان داشته چه حرفایی زدن درباره ریاکشن کارا و گفتن که ریاکشن کارا، خب ما یه زمینه ای رو قبلا بررسی کرده بودیم توی ویدیوی جدا که گفتیم ریاکشن کارا یه گروه جدا دارن با هم دیگه، حالا گروه واتساپی، گروه تلگرامی، هر جا گروه اینستاگرامی که با هم دیگه در واقع هماهنگ میکنن چی تو ویدیو بگن، به کی ریاکت برن، به کی ریاکت نرن. حالا مثلا اون ریاکشن هایی که به حال معروف تر نیستن چه مبلغی بگیرن همشون رو هم دیگه با هم دیگه ریاکت برن. و این حالا این مورد سومی که گفتم به نظرم یه مقدار اوکی تر نسبت به دو مورد قبلی و اتفاقا مثلا حرکت مثبتی هم هست، ولی خب این که مثلا چی بگن، این که قبلش موزیک رو گوش کنن، این که هیت بدیم یا مثلا همگی با هم مثلا عشق بدیم، همگی با هم هیت بدیم، اینا رو نیستم. یه ویدیو کامل هم قبلا با علی توی استودیو ساختیم در مورد این موضوع که گفتیم و چنین تمام نظرات رو گفتیم، نظرات مردم هم خوندیم، ویدیوشو میذارم بالا توی کاردا بزنید حتما میرید میبینید. امروز اومدیم صحبت‌های عرفان و بوتک در این زمینه رو داشته باشیم. وسطش احتمال داره صحبت کنم، ولی لایک و کامنت و سابسکرایبتون فراموش نشه. عشق دلید، بریم ببینیم که چه ویدیویی با هم دیگه داریم. و اینم فکر کنم ویدیوی دیشب یا پریشب از بوتک منتشر شده. آقا لتس گو. عرفان یه بک‌گراندی وجود داره، من اینو اولی با دارم ازت سوال می‌پرسم در مورد کسایی که ریاکشن میرن. حالا هنوز خیلی عمومی و پابلیک نشده، معلومم نیست حقیقت داره یا نه. باعث شده که حقیقتا عمومی و پابلیک شده و چند ماه پیش هم شده، معلومم نیست حقیقت داره یا نه. باعث شده که میگن نه همشون، بچه ریاکشن کار ناراحت نشید، نه همشون میگن الان کار به جایی رسیده که ریاکشن کارا تو گروه های واتساپی تصمیم میگیرن رو کی واکنش برن، رو کی نرن، چه کسایی رو هایپ کنن، چه کسایی رو هایپ نکنن، به چه کسایی توهین کنن، به چه کسایی توهین نکنن. دقیقا مثل همه اتفاقاتی تو ایران میفته. اینو قبول داری؟ دقیقا به نظر من همچه اتفاقی هست. حالا در ادامه در مورد چیزا مدرک هایی که هستش حالا صحبت میکنم، مثلا اون به کنار میخوام برم ببینم حالا عقیده عرفان در مورد این موضوع چجوریه. اینو قبول داری؟ نه، به نظرم این کار باحالشه. ریاکشن‌ها کلا اینه که هر کسی بیاد به سلیقه خودش دیگه، اصلا چیزی که باحال میکنه ریاکشن‌ها اینه که هر کسی بیاد از نقطه دید خودش و از زاویه خودش یه چیزی رو ببینه و بعد ریاکشن صادقانه بهش بره دیگه. باحالیش اونه که هر کسی ببینه نظر این کیه، نظر اون چیه. اگه همه با هم یه چیز کنن که حرفو بزنیم، خب بعد دیگه اون اوریجینالیتی نداره بسته. پس تو میگی چنین چیزی نیست و همه دارن اوریجینالیتی خوش میبرن. نه نمیگم چنین چیزی نیست، من نمیدونم این چیزی هست. من دارم میگم تا حالا به این فکر کردی امکان داره چنین چیزی وجود داشته باشه؟ آره، حقیقتا همچی چیزی. حالا برای اینکه ابهامه، همون کسایی که این ویدیو رو دیدن هم خودشون برطرف بشه، همچی چیزی هست. اگر میخواید من ویدیوشو بذارم، چون حالا برن بگردن ببینن اونی که به من مدرکا رو داده کیه، مثلا خودشون اونایی که تو گروه هم برن بگردن ببینم اونی که به من مدرک رو داده کیه. ولی اونایی که میگن نیست و تکذیب میکنن، کم کمش من که میدونم هست، یعنی اسکرین شات که دیدم، یعنی مثلا دیدم که همچی چیزی هست، دیدم بچه ها کیا توش عضون و چه حرفایی میزنن. خب از اون لحاظ حالا برم بگردن مثلا کی به من گفته، از اون لحاظ اگه میخواید یک ویدیوی جداگونه کلا در مورد اون باید بسازم، چون دست خیلی است. یه سری ها خیلی رو میشه و یه عادت جدیدی که متاسفانه پیدا کردم دیگه نسبت به قدیم هارش نیستم. متاسفانه مثلا یه سال پیش هم چه اتفاقی به میافتاد، میگفتم ایکس ایگرد زد فلانی این حرف ها زده در مورد این آرتیست، این حرف ها زده در مورد فلان آرتیست. ولی الان نه اینکه مثلا موضوع چه میدونم ترس و این چیزا باشه، نه، موضوع اینه که به نظرم هیچ فایده ای اولا پشتش نداره. اولا اینکه هیچ وقت اون آرتیست نمیاد بگه دمت گرم که تو این حرف رو به من زدی، این مثلا اصلا بیادم بگه بر فرض، یعنی بیادم بگه به یه بره بنده نیست متاسفانه، چون از لحاظی مارکت رو به آشغال شدن داره میره، تو هم باید در کنارشون آشغال بشی. تو نمیتونی یه میوه تمیز اون وسط بشی، تو باید آشغال بشی. و خیلی ها میخوان این وسط دست و پا بزنن که خودشون رو نشون بدن که نه ما خوبیم بین این، نه اصلا همچه چیزی وجود نداره. وقتی همه یه چه میدونم یه جعبه پر از سیب گندیده است دیگه، سیب سالم هم گندیده میشه دیگه متاسفانه.
حالا من نمیگم من خودم سیب سالمم، نه من خودم هم خیلی کارا کردم، ولی میام و میگم اونایی که میان کاراشون رو انجام میدن و نمیگن، الان بر فرض مثال من بگم به نظر من انرژی منفیش بهتر برای منه، ولی اگر یک مقدار مثل سال گذشته که حواشی با مثلا چنل های ریاکشن به وجود اومد و اون اتفاقات با برونات افتاد، بعد با مادویار افتاد، بعد مصاحبه با مادویار اومد، میگم اگه یه مقدار مثل سال پیش هارشتر باشم قطعاً اسم میبرم و اون چیزایی که گفتن رو میگم و خیلی اتفاقا میفته. مثلا چه میدونم ما آرتیست داریم گفته که مثلا بعد این سال من میام حواشی پشت پرده رپ فارسی رو میگم. پشت پرده رپ فارسی بچه تو ذهنتون یه چیز عجیبی نشه، مثلا واو این دیگه چیه، نه اتفاقا پشت پرده رپ فارسی و رپرها توی حرفاشون میان میزنن، معمولا اونایی که عصبی میشن سری میان تلگرامشون یه چی مینویسن، تو حرفاشون دارن میزنن پشت پرده، یعنی کانسپت و همون تولید اصلی، اون چیزی که اصلیه، محتوای اصلی اون پشت پرده رو دارن حرفشون میزنن، ولی موضوع اینجاست که کسی باور نمیکنه، چون اونی که الان بر فرض مثال چه میدونم الان روبروی مردم قرار گرفته یا مثلا مردم دوستش ندارن دیگه، اون داره حرف راست رو میزنه، اونی که مردم دوستش دارن، محبوب مردمه، اون داره جیب ملت رو میزنه، میدونی این اصلا خیلی خوبه، این اصلا خیلی خوبه. نمیدونم این حرف رو فکر کنم خود پوریا بود میگفت یا سوهل بود، نمیدونم سوال فکر کنم گفتش که اونایی که میبینید دقیقا برعکس اون چیزی هستن که اتفاقا تصور میکنید، یعنی مثلا بر فرض مثلا شما میبینید این طرف چقدر خوبه، واو چقدر مردمی اینا، دقیقا امکان داره برعکس باشه، نمیگم حالا همه، ولی امکان داره برعکس باشه، و خب چیزایی هم هستش که خب به همه میدونن دیگه لازم نیست مثلا بقیه بگن، باختم همین دارم میگم این موضوع یکم عجیبه، ولی خب اگه بخواد یه ویدیو کامل‌تر حتما در موردش میسازیم. چیزی وجود داشته باشه؟ آره تو یه چیزایی که خب حسام کردم مثل ریاکشن آدم میبینه اصلا میفهمه که اون طرف با یه کسی که حال میکنه بهش ارفاق میکنه، آهنگ ابرج رو مثلا ممکنه بگه خیلی خفنه، ولی اگه با یکی تو دلش یا هر چیزی هیت داشته باشه بعد بشه به همه چیش میخواد گیر بده، میدونی یعنی کی مثلا گیر یا الکی میدونه. حقیقتا حرف عرفانو هستم، مثلا همین چند وقت پیش ویدیو ساخته بودیم در مورد فرشاد فور لایف و ریاکشنی که به ترک جدید بچه های پایدار ریاکت رفته بود و من دیدم، یعنی فکر نکنم البته ویدیویش ساخته شد، فکر کنم ویدیویش ساخته شد ولی پخش نشد، بچه ها شاید ندارید ولی خیلی ویدیوها ساخته میشه و پخش نمیشه متاسفانه، خیلی ویدیو خوبی بود و من قشنگ صحبتامو داخل اون ویدیو انجام دادم، گفتم آقا دیگه کار مثلا در حد مارکت اون برای او موزیک ویدیو رو نها کن، لام اصلا چجوری میشه ایراد گرفت از این کار، تا ریاکشن رو دیدم، مثلا ریاکشن فرشاد دیدم، حالا فرشادی که میذارم مثال ها مثلا شاید یه چه میدونم ریاکشن کار دیگه باشه، دیدم و واقعا دیدم میتونه همچین اتفاق بیفته و آخه همچین چیزی هم دور از دسترس نیست، به نظر من هیتی که اتفاقا میگیرید یه هیت میگیرید، یه انتقاده، یه دونه هم که خب به هر حال طرف دوست داره خوب حالا میگه دمت گرم و اینا، اونی که میگه خوب و اینا که احتمالاً به خاطر ویوه، ولی خب 80% ویو 20% شاید حرف منطقی بزنن از بین اونا، اونی که انتقاد میکنه دمش گرم، و همین موضوعی هم که عرفان گفت زاویه دید ریاکشن کار با ریاکشن کار باید فرق کنه، یکی انتقاد کنه، یکی بگه خوبه، یکی بگه اینجاش بده به نظرم، چون هر کی به هر حال توی هنری توی علمی دانشی داره دیگه، و از اون طرف اونی هم که میاد تخریب میکنه طبیعتاً هیت داره از اون طرف و دوست نداره اون طرفو، شاید به خاطر اینکه مجبورش کردن ریاکت میکنه، ولی من مجبورم هم بکنم به یه سری ریاکت نمیکنم، بکنم هم دقیقاً همون رفتاری رو نشون میدم که فرشاد نشون داد، به خاطر همین کار فرشادو نمیخوام مثلا بگم کار بدیه، ولی شاید از روی زور بوده، مثلا گفتن که نه حتما این ترک ریاکشن کن، ولی اگر مثلا من آرتیستو دوست نداشته باشم کلا ریاکت نمیکنم، اینطوری خیلی واضح‌تر، یعنی عملا هم میام میگم مثلا از این فلانی خوشم نمیاد، به نظر من چیز بدی هم نیست، اتفاقا خوشت نمیاد دیگه، خب آقا چنل خودت دوست داری در موردش بذاری، نه و همین راحتی. دمتون میگم که همراهی کردید، امیدوارم از این ویدیو و این موضوع لذت برده باشید، لایک و کامنت و سابسکرایبتون فراموش نشه، عشق دلید، تا ویدیو دیگه فعلا.